سلام خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه دوره گیت. این جلسه میخوایم ادامه همون بحث قبلی داشته باشیم. جلسه قبلی ما یه ریپوزیتوری درست کردیم، رفتیم داخلش، جزئیات شو دیدیم، قسمت مختلف شو دیدیم. ابتدا این جلسه من میخوام یه کامیت جدید تو این ریپوزیتوری بزنم. خب بذار من لاگین بکنم. خیلی خب، من لاگین کردم. این ریپوزیتوری بود که من جلسه قبلی درست کردم دوستان، یادتونه که حالا قسمت مختلفش رو من توضیح دادم خدمتتون. میخوام یه دونه کامیت جدید تو این بزنم. یه فایلی میخوام درست کنم. میام رو گزینه اد فایل، کرییت نیو فایل. یه اسم براش میذارید، هر چی دوست دارید بچه‌ها، مهم نیست. مثلا میذارم هلو داش گیت هاب دات تی ایکس دی. اینجا هم یه چیزی داخلش مینویسم. چی مینویسیم؟ مثلا create hello github همچین چیزی، حالا مهم نیست، هر چی دوست دارید میتونید داخلش بنویسید بچه ها. خب بذارید یه چیزی که بنویسم، این تمام رو ننویسم. hello github. میام پایین، description اون چیزش اوکیه، همین میذارم دیفالتش باشه. میگم میخوام توی مین برنچ هم باشه. حالا جلوتر که بریم تو همین جلسه یه برنچ جدیدم درست میکنم، کامیت رو میزنم. خب نیا کنید، یه کامیت جدید من زدم اینجا، درسته؟ خب دوباره بیام توی اینجا، یه دونه برنچ دارم، سه تا کامیت دارم. نیا کنید لیست کامیت هامو، نیا کنید ایناش. این دوتا کامیتی که ما قبلا درست کردیم، کامیت هم الان درست کردم. این هش کد این کامیده است. بذارید بازش کنم. پرنتش اون کامیت قبلی است بچه ها، 0784. بذارید اینو بیارم. پرنتش چیه؟ 0784. این هش کد کامیت قبلی است، کامیت دومی است. نگاه کنید ایناش. این پرنتش میشه این، این هم میشه پرنتش میشه این. اینم هش کد خودشه، اینم کاری که انجام شد. اینو میگه که یه خط اضافه شده تو این فایل و چیزهای دیگه. این پایینم میشه کامنت گذاشت، دقیقا مثل چیزی که جلسه قبل داشتیم. خب یه بک بزنم، یه بک دیگه. خب نیا کنیم، سه تا کامیت من داشتم. این سمت راستش یه سری آیکون هست. خب منو میبره تو اون زمانی که این کامیت زدم. نیا کنیم رو اولی که بزنم، به بسم الله است، موقعی که شما هیچ کاری نکردی تو پروژهتون. یه بک میزنم، میام تو دومی. اینجا یه کاری کرده بودم، من فایل ریدمی رو آپدیت کرده بودم. اینجا نگاه کنید بچه، اون فایل جدیدی که ساختم هلو گیت هاب الان اینجا نیست، چون تو این زمانی که من این کامیتو زدم اون فایل نبود. و اگر بیام اینجا نگاه کنید، اینا این آخرین کامیت همه که این فایل رو باهاش ساختم. خب ما یک کامیت جدید زدیم و دیدیم که چجوری این کار رو میتونیم انجام بدیم. حالا میخوام یه دونه برنچ جدید بسازم بچه ها. میخوام توی این پروژه یه برنچ بسازم. اینجا روی این برنچ مین میزنم، اسمی که میخوام مینویسم. مثلا مینویسم فیچر وان. فیچر داش وان. اینو که بزنید یه دونه پایینش گزینه میاد create branch feature 1، همینو بزنید روش و یه برنچ جدید ساخته میشه به نام feature 1. یه نکته کوچیک هست، این زیر پیغامی نوشته، میگه که این کامیتی که الان داخلش هستید، یعنی کامیت شماره 3 که هش کدش اینجاست، آخرین کامیتی که زدم، هم به feature 1 اشاره داره هم به main branch هم اشاره داره. پس این کامیت آخر به دو تا برنچ اشاره داره. اگه بخوام شکلش رو براتون بکشم یه همچین چیزی میشه. نیا کن اینجا رو، این کامیت اولم بود، کامیت دومم بود و اینجا کامیت سوم زدم، درسته؟ میسم سیوان C1، این کامیت اول، C2، C3،
کامیت سوم. خب من تو این کامیت سوم داشتم روی چه برنچی کار میکردم؟ همچنان داشتم روی مین برنچ هم کار میکردم. اومدم اینجا، همینجا یه دونه برنچ جدید ساختم به نام فیچر وان. پس فیچر وان من هم همچنان داره به این اشاره داره بچه ها. یعنی تو فیچر وان هم آخرین کامیت من میشه کامیت شماره 3. این اتفاقی که الان اینجا افتاده. حالا بریم یه کامیت من تو فیچر وان بزنم، روی توی برنچ جدیدم یه کامیت جدید بزنم. خب قبل از اینکه بخوام بریم یه دونه فایل درست بکنم توی برنچ، یک دو تا نکته بگم. اگه میخواید برنچ رو عوض کنید، اینجا میتونید این کلیک کنید و انتخاب کنید که تو کدوم برنچ باشید. یه گزینه ویو اول برنچ هم داره، میتونید بزنید که همه برنچ ها رو بهتون نشون بده. این کل برنچ هاست، فیچر یک و مین. اون برنچی که شما درست کردید اینجا نشون میده تو قسمت یورز، اکتیو اونی که اکتیو الان من میگم الان تو فیچر وان هستید، و دو تا اینم آل برنچ و استهلال راجع به بعدا صحبت میکنم. نگاه کنم من اکتیو عوض کنم بیام توی مین، الان رفتم تو مین درسته؟ نگاه کنم اکتیو الان باید بشه مین. چرا نشد؟ میام توی مین اکتیو. اوه عجیبه، الله اشکال نره. خب میام دوباره توی فیچر، میخوام یه فایل جدید درست بکنم و یه کامیت جدید بزنم. خب برای اینکه یه فایل جدید درست کنم حتما مطمئن شید که توی فیچر برنچ فیچر باشید. اد فایل، کلید نیو فایل رو میزنم. خب اول یه دایرکتوری درست میکنم به نام فیچر، یه دایرکتوری، یه دونه اسلش میزنم میام جلو. نکنم فیچر الان بچه دایرکتوری یک فولدره. اینجا میرسم list.txt اسم فایلمه. بیم اینجا یه دون لیست میذارم، مثلا علی حامد سارا. میام پایین میگم حتما میخوام تو فیچر یک باشه و کامیت رو میزنم. خیلی خب الان نگاه کنید کامیت جدیدم زده شد. اینجا توضیح نوشته میشه که این برنچ یعنی فیچر وان میگه یه کامیت جلوتر از اون مین برنچتونه. چرا؟ چون من یه کامیت جدید ساختم دیگه. برمیگردم اینجا، الان راجب این بچه این زرد رنگی بعدا صحبت میکنیم. بعد این کامیتی که زدم نکن یه فایل دایرکتوری فیچر درست کنم، داخلش یه دونه لیست است. این چهار تا کامیت همه که اینجا لیست کرده، این کامیت آخرمه. بازش بکنم، پرنتش کیه؟ همون کامیت قبلیه، 281. بعد این برنچ شنوشی تو فیچر وان این برنچ دیگه، این هم که پشکود خودشه و همین. حالا یه چیز دیگه، اگر من اینجا برنچم عوض کنم برم توی مین، این دایرکت و این محتویات اینجا عوض میشه. نگاه کنید دیگه اون دایرکتوری فیچر رو نمیبینم. چرا نمیبینم؟ چون دایرکتوری فیچر مال برنچ فیچر بود. ورکینگ دایرکتوری من اینجا با این فرق داره. اینم نکته دیگه که وجود داره. خیلی خوب، اینم از بحث زدن کامیت جدید و در حقیقت برنچ جدید ساختم. بریم بیایم جلسه بعدی میخوام راجع به کلون صحبت بکنیم. چیزی که اینجا داریم بچه‌ها. اینا کلون. میخوام راجع به این صحبت کنیم. فعلا خداحافظ.